لایکن بینندگان گرامی با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار در سودی با شما زیبا ساجدینوا. در روزهای تجلیل از جشن 23 سالگرد روز وحدت ملی ساکنان دو دهه کلانترین جماعت دهات جاودان ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان صاحب آب تازه آشامیدنی گردیدند. برای تطبیق این لایحه 1.7 میلیون سومانی مبلغ روانه گردیده. از جانب شریکان رشد در همبستگی با حکومت جمهوری تاجیکستان در مهلت 1 سال عملی گردید. خط آب نوشاکی با درازی 14 کیلومتر از دریاچه روستای چیخوخ توسط قبور پلیتیلینی قطرش 75 میلیمتر با دیهای برفن و اوبگو کشیده شد که در نزد منزل های ساکنان 60 عدد جمعک گذاشته شده باشندگان جماعت دیهات جاویدان ناحیه ونج با آب شیرین دسترسی پیدا کردند. در مراسم افتتاح انشاءات برای روستانشانان و سام مهم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف و منیجر جنرالی برنامه جانبداری انکشاف مناطق کوهستان خزینه آخون خوجامیر خوماریکوف و دیگر شخصان رسمی شرکت نمودند. گزارش همکارانمان از جریان افتتاح خط آب آشامیدنی در ناحیه ونج. در دوره تجلیل جشن 23 سالگرد روز وحدت ملی دو دهه کلانترین برم و اوبگوی جماعت دهات جاویدان ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان صاحب آب نوشاکی گردیدند. زیرا سالهای سال بود که این روستانشینان هم از نرسیدن آب پلیزی و هم نوشاکی رنج میکشیدند که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان صاحب آب کشاورزی و آب تازه آشامیدنی را صاحب شدند. خط آب نوشاکی از دهه چخوخ جماعت دهات تخر در مسافه بیش از 14 کیلومتر توسط قبور پلیتیلینی قطرش 75 میلیمتر با 47 خانواده آب تازه نوشاکی کشانیده شد. کارهای ساختمانی در خط آب نوشاکی 15 می سال 2019 آغاز گردیده. در تطبیق این لایحه 60% کارهای ساختمانی را ساکنان تهجایی عملی کردند. ماه آگوست در قشلاق ما آب خوب میشد. من با شرافت این استقلالیت با شرافت پیشوای ملت انا در قشلاق ما امروز آب جاری. پیش از همه مینداری خود را به جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میرسانم که ما در یک دهه کوچک سالهای دراز انتظاری امین آب نوشاکی را داشتیم که به شرافت استقلالیت پیشوای ملت امام علی رحمان در دهه ما امروز آب جاری. با پیشنهاد اصولگذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سالهای بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از جانب بیش از 170 دولت جهان جانبداری یافت. این از آن دلالت می‌دهد که در ظرف 29 سال صاحب استقلال کشور قریب همه دهه‌های ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان با خط آب نوشاکی تامین می‌باشند. در مراسم افتتاح خط آب نوشاکی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف و منیجر برنامه جانبداری انکشاف مناطق کوهستان خزینه آقاخان خوجامیر خوماریکوف و دیگر شخصان رسمی شرکت ورزیدند. هیئت مهمانان سر اول از نقطه تقسیم شوی آب نوشاکی که توسط حسابکنک های رقمی وصل و نصب شده است دیدن کردند. تاکید شد که چنین نقطه های تقسیم کنی در این دو دهه 9 تا را تشکیل می دهد که توسط آنها به 60 خانواده نقطه جمعک آب گذر شده است. دیگر سالیان در روز آب نوشاکی نداشت. با شرافت پیشنهاد نموده پیشوای ملت من در سالهای بین المللی آب برای رشد استوار به ما هم میسر شد که دهه ما را به نقشه گیرند و خط قبور نوشاکی کشند. حاضر در دهه زیاده از 60 نقطه آب جاری است و ما مینداری خود را نسبت جناب عالی، نسبت حکومت دولتی محلی ناحیه ولایت بیان میداریم. سالهای پیش از ماه آگوست سر کرده تا ماه می ما آب نداشتیم و از 3 کیلومتر با طریق خر آب میکشیدیم. سال 25 سال کرده همین یک کانال کلان داشتیم در همین آب همین قدر زدن نشید. وقتی که استقلالیت تاجیکستان شد در با شرافت من از جناب عالی وای من آب پلیزی نیز در ما چند سال می شود که جاری ایو آب داده استن زمین را. بعد شناسایی به کارهای انجام داده شده در حضور باشندگان جمع آمده تنتنوی با اشتراک رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و هیئت مهمانان برگزار گردید. زمین ملاقات رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج باشندگان جماعت دهات جاویدان را در روزهای جشن روز وحدت ملی که صاحب آب نوشاکی گریدن فال نیک ارزیابی داشت. تاکید شد که ما شاهد آن شدیم که با دستگیری شریکان رشد خط آب نوشاکی در دهه
لایحه براونی جماعت دیهات جاویدان با ارزش لایحوی 1,710,000 سومانی با درازی 14 کیلومتر در یک مدت کوتاه با صفت بلند در یک سال انجام یافت. این امکان می‌دهد که ساکنان دیهای براون که دارای 33 خواجگی و که دارای 25 خواجگی میباشند پورا با آب آشامیدنی از جهت سانیتاری تازه تامین شدند. این کار خیر باعث شادی و نشاط ساکنان جماعت دیهات جاویدان گردید که آرزوی 100 سالها در قلب میپروریده این روستانشینان در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان جامعه عمل پوشید. باش گفت زمین برآمدی خود رئیس ولایت یادگار فیضوف از نام مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان که در روزهای تجلیل جشن مقدس کشور روز وحدت ملی صاحب آب نوشاکی گردیدند صمیمانه شاد باش گفت. ذکر شد که به آب زندگی کردن برای انسانیت در روی زمین غیر امکان می باشد. رابرت ولایت از مشکلات سالهای زیاد داشته ساکنان این جماعت دیهات یادآور شدند. از چندین فرسنگ ها آب را پشتاره و دستکی کشانیده زندگیشان را پیش می بردند که امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری شریکان رشد مردم این روستا با آب شیرین تامین کرده شده مشکلات جای داشته از میان برداشتند. قید شد که خدمت برنامه 1.7 میلیون سومانی را تشکیل می دهد و از این 900 هزار سومانی حصه باشندگان این روستا می باشد که باعث خرسندی است. خدمت آب در دنیا از نفت و از گاز و از طلا هم زیادتر شده ایستاده است و امروز خوشبختانه نوای ونج یک نوای است که بسیار نوای خدا داده هم مردم بسیار صاحب احترام میمون دوست کشاده دل طبیعت زیبا زمین حاصل خیز و امروز پیرخ کلانترین دنیا پیرخ فیچن که نیز در امین نویه جوگی شده است و بر من عذر می خواهم که در مدت چند سال مردم این دیهات عذاب کشیدن در زمستان از چندین فرد و خوشبختانه امروز با دستگیری مالیوی امزدیسبی فاند آخان و آجانسی شویسار آید برشت در همکاری با مقامات حکومت دولتی و بخصوص با جامعه شهروندی توانستن که مردم را صاحب آب کنند. وقتی که به من گفتن که قیمت برنامه 1.7 میلیون سومانی است و از امین 900 هزار سومانی این ایستای خود امین مردم است، من از این خیلی خرسند شدم. این یکی از کلید اساسی که برای چه امروز دانارا با مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان بخصوص با مردم سربلند نوای ونج همکاری میکنند. چون ما خودمان امروز آماده استیم که برای بهتر نمودن سطح زندگی خود کوشش کنیم و برای دانار این کریتر اساسی است و من امید دارم که این همکاری در آینده نیز ادامه یافت و باز چندین برنامه انشاءالله در نوای عملی خواهند شد. خوجامیر خماریکوف نماینده شریکان روش زمین برآمد خود از دستگیری مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه ونج و برنامه جانبداری انکشاف مناطق کوهستان اظهار سپاس نمود که اکثر لایحه‌های سرمایه‌گذاری شده در روستاهای ناحیه ونج در سطح بلند تطبیق خود را پیدا می‌کنند. مورد ذکر است که در سال 2019 و 5 ماه سال جاری در حدود ناحیه ونج ششمین دهه است که با آب نوشاکی دسترسی پیدا می‌کند. این از آن گواهی می‌دهد که در دوره اعلان گردیدن سال‌های 2019-2020 همچون سالهای رشد دهات سیاهی و هنرهای مردمی برای رشد بخشیدن اینفراستراکتور دهات زمینه واقعی گذاشت. در جمع‌آمدی تنتنوی ساکنان دهه برای رسانیدن کمک بی‌غرضانه به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری به پایان خود را عرضه داشتند که مشکلات دیهاتیان را حل و فصل کردند. سیدبه قاسموف با روینمایی لایحه دارکنی آب به خطر آشامیدنی و بهداشت در تاجیکستان که با مبلغ‌گذاری ریاست شویتسر آید برشت و همکاری و تطبیق کننده این پروژه برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان و پیمانکار انشاد ریاست ساختمان انشاد رقم 4 جمعیت سهامی کشاده پامیر ساختمان به زیمه داشت در فرصت کوتاه‌ترین که طبق نقشه باید 2 سال را در بر می‌گرفت در 1 سال با صفت بلند انجام دادند.
Мадан аз бомбаси коммуникациони яке аз ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар ин росто аҳамияти роҳҳои нақлиётгард аҳамияти калидӣ доранд. Мутаассифона бархе аз шаҳрвандон ба хотири таъмини талаботи хеш роҳҳои дорои аҳамияти муҳимро канда, баъди анҷоми кори як манзараи ҳуснангезро, ки ба ҳаракати нақлиёт халал ворид месозад, боқӣ мемонанд. Дар маҳаллаҳои селхоз техника ва носири хусрав дар масоҳати беш аз 2000 метр бе иҷозати хадамоти назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Хорук қисмати муайяни роҳ канда шуда, то кунун ба ҳолати муқаррарӣ баргардонида нашудааст. جمعیت دارای مسئولیتش محدود تجارت 16 که برای محله‌های اهالی‌نشینی شهر خروخ خط آب نوشاکی را انتقال می‌دهد به اجازت مخصوص ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات در ولایت مختار کوهستان بدخشان و شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر خروخ با کندن راه اساسی اتومبیل‌گرد سمت بازار 20 سالگی استقلالیت با محله سلخوس تکنیکا شروع نمودند. با مقصد پیشگیری چنین عمل‌ها نسبت سرمهندس جمعیت مذکور از جانب شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر خروخ پروتکل ماموری با ماده 291 قسم 2 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده است. از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود تجارت راه اتومبیلگرد شهر خروخ به اجازت نامه مقامات های داخل دار یعنی ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات و بازرسی دولتی کنده شده است. از طرف ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نقلیات ماهیت کار با جمعیت دارای مسئولیت محدود تجارت فهمانده داده شد. لیکن متاسفانه جدنمه تجارت کار شروع نمود. و از طرف ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحه نسبت راهبریت این کارخانه پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری مطابق ماده 291 قسم 2 روانه کردن قویده های حفظ منطقه ها و راه های اتومبیلگرد ترتیب داده شد. همچنین در محله ناصر خسروی شهر خروخ نیز از جانب کارخانه ساختمانی منصوب به تجارت 16 800 متر راه اهمیت محلی داشته کنده شده است. اینچنین دیگر به همه شهروندان شهر خروخ و ولایت مراجعت می نماییم که در وقت گذراندن کارهای وصله کنی یعنی گذراندن هر گونه قبر توسط روی اتومبیلگرد و دیگر باید از ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم اجازت نامه مخصوص گیرند. این شرط و طلبات ها یکم یعنی که عریضه به نام سردار ریاست نسخه شناسنامه و سه نشان دهنده یعنی 174 تومانی باید به صورت حساب ریاست پرداخت نموده با کار خود شروع نمویند. بعد از این شرط و طلبات های فهمانده داده می شوند یعنی که در مولت های معین گردیده همین کارهای وصله کنی که به اتمام رسانده شدند از طرف شهروند باشد یا اینکه سردار یگان جدنمه باشد روی اتومبیلگرد باید با حالت اولا برگردانده شود. خودسرانه ویران نمودن قطعه های الهیده راه های ماشینگرد حدود شهر در چند سال اخیر از طرف ساکنان محلی و بعضی از شرکت های ساختمانی به مشاهده می رسد. با گفته مسئولین شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر خروخ برای ویران نمودن هر یک قطعه راه ماشینگرد قانونگذار نسبت شرکت های ساختمانی و یا شخصان واقعی حقوقی جوابگری را پیش بینی نموده است. در ردیف نایه‌های شغنان و ایشکاشم ناحیه روشقلای ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز با چشمه درمانبخش خیش معروف است. چشمه موضع کوکسالیونی زیاد باز با آب درمانبخش توجه باشندگان ناحیه و جهانگردان را به خود جلب نموده. امروزها با شرافت زحمت صاحبکاران نیکقدم رستنبکوف و عدالتبیگ عزیزبکوف زادگان روستای بدیزی جماعت دهات برواز بناهای استراحتگاه طبابت مورید تعمیر و ازنوسازی قرار دارند. با مقصد مورید بهره‌برداری قرار دادن بنای نوی استراحتگاه طبابتی از جانب صاحبکاران نیکقدم رستنبکوف و عدالتبیگ عزیزبکوف کارهای تعمیری و ازنوسازی آخرای ماه می آغاز گردیدند. در اینجا در ابتدا 6 نفر ساختمانچی و بعداً با تعداد 15 نفر بناکاران از حساب اهالی تاجایی کارهای بنیادی پیش برده شدند. انشاءات با مسائل ساختمانی تامین بودند و واسطه از تاثیر پنشوی کسلی سرایتی کرونا ویروس نوی کووید 19 کارهای بنیادی موافق کویت پیش برده شد. نیت داریم که بعد 15 روز امین ساختمان رو
انجام دیم. در اینجا اساساً بوم پوشکنی یا همین ساختمان با کارهای درونی اگر همین رو تمام میکنیم ما میتوانیم 60 نفر رو قبول کنیم در یک شبانه روز. این انشاءات با انجام کارهای تعمیری از نوسازی صاحب 3 حوزه آبوزی برای 4 فصل سال و 1 حوزه تابستانه جوی خواب برای 60 نفر تبابت گیرندگان و استراحت کنندگان خود گشت. آب اینجا اساساً برای تبابت کسیل های بخوندرد، ردیکولیت و عاقبت های شمال خوری نهایت مفید است. با مورد استفاده قرار گرفتن استراحتگاه تبابتی باز 15 نفر زادگان این موزی صاحب کار خواهند گشت. در یک وقت در پلوی این بنا امارت ایلاوگی با 2 حوض شناوری و 50 جوی خواب بنیاد میگردد. من نیت داریم که همین ساختمان دیگری که ما سر کردیم وضعیت عذرایی که قرنطین داریم این کمکک تشویش ما را کرد، تاثیر کرد که ما کمکک فشار با ما آوردن. ما داشتیم بسیارتر کارگرها، یکی ما وضعیت نشد که ما وای را جواب داده گیم. و در آینده ما میخواییم که همین ساختمان دیگری که ما داریم ما وای تا آخر میرسونیم، کارگرها سروعت می با جای سروعتی داریم و نیت داریم که اگون برای خوراکواری، برای مغازه اگون چی کشودن، برای سیارت و چربوداری اگون چی دیگر در اینجا بنیاد کردند. بیشک با مورد استفاده قرار گرفتن استراحتگاه تبابتی موزه کوک تعداد خواهشمندان به استراحت و تبابت زیاد شده، در یک وقت توجه جهانگردان به این منطقه که دارای نه تنها آبهای شفابخش بلکه تاریخ کهن با دیشهای بازگوی زندگی نامه اسرارآمیز این گوشه تاجیکستان باز هم زیاد خواهد شد. Бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Иванҷ бунёди 102 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, як қисми муайяни ин иншоот аз тарафи соҳибкорони ватанӣ бунёд меёбанд. Танҳо дар маркази маъмурии ноҳия бунёди 4 имороти таъиноти иҷтимоӣ аз тарафи идома ёфта, яке аз онҳо соли равон ва сетои дигараш дар арафаи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешаванд. Бо бунёд ёфтани иншооти таъиноти гуногун симои маркази маъмурии ноҳияи Иванҷ сол аз сол зеботар мегардад. Чанд сол қабл аз ду тарафи роҳи марказии ноҳия хонаҳои якошёна ҷойгир буданд. Дар муддати нисбатан кӯҳто аз оғози солҳои 2000-ум то инҷониб биноҳои боҳашамат сохта гардида бунёди иншооти таъиноти гуногун идома ёфта истодааст. Дар ободонии ноҳияи Иванҷ дар баробари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии соҳибкорони ватанӣ саҳми босазо мегузоранд. Айни ҳол аз тарафи ду нафар соҳибкорон Масрур Рауфов ва Тимур Мухабатов дар маркази шаҳраки Иванҷ бунёди ду бинои таъиноти иҷтимоӣ, ки якеашон 4 ошёна ва дигараш 5 ошёна мебошанд, ба роҳ монда шуда дар пешоруи таҷлили 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешаванд. Аз рӯи гуфти меъмори корхонаи меъморӣ ва лоиҳакашии ноҳияи Иванҷ Садоншоҳ Шириншоев, лоиҳаи ин биноҳо бо дархости соҳибонашон дар корхонаи онҳо таҳия гаштааст. Аз рӯи гуфти соҳибкор Масрур Рауфов, бинои сохтагашта истода 4 ошёна буда, дар ошёнаи якум марказ савдо, дар дуввум хизматрасонӣ, дар саввум ва чорум меҳмонхона ҷо дода мешаванд. Ин сумои мо аз 4 ошёна иборат аст. Сохтмони якум ошёнааш маркази савдоӣ мешавад, дуввумаш ҷои хизматрасонӣ мешавад, сеюми чорумаш гостинса меҳмонхонаи вай мешавад. Инан насибу шо иншоалло раҳмон то ҷашни истиқлолиятро бояд ба анҷомаш барасонем. Дар ин иншоот на камош аз 25-30 одам ҷойиби соҳиби кор мешавад. Бинои дигаре, ки сохтмонаш бо маром идома ёфта истодааст, аз он низ соҳибкор Тимуршоҳ Муҳаббатов буда, зиёда аз 10 нафар коргарони маҳаллӣ дар сохтмони он банданд. Лоиҳаи ин бино низ аз тарафи кормандони корхонаи лоиҳакашии ноҳияи Иванҷ тартиб дода шудааст. Бино аз 5 ошёна иборат буда, дар ошёнаи якум маркази савдо, дуввум толорҳои хизматрасонӣ, саввум толори варзишӣ, чорум ва панҷум меҳмонхонаи замонавӣ қарор мегиранд. Арз медорад муҳандиси бинокор Анҷуман Қаландаров. این کار ما یک ماه قریب شده است که ما کار آغاز کردیم. کار ما با موفقیت انجام یافته است. ما کوشش میکنیم که همین سیستولوژی استقلالات ما اینا باید به انجام تیم. بعدی مورد استفاده برای قرار گرفتن هر دو انشاءات در یکیشان زیاد از 25 نفر و دیگرشان نزدیک 20 نفر صاحب جای کاری دائمی میگردند. عینی حال باشد 30 نفر کارگران از حساب جوانان محلی در ساختمان مهنت نموده استادند.
سال 2012 هم بخاطر بنیاد نمودن زینباغ در موضع فینجاندشت روستای شاخریزم بالای جماعت دیخوت سیجد ناحیه روشخاله شهروند این دیار علی خان عادل خانوف یک گوشه زمین سنگلاخ را مورد کارکر قرار داده. امروز این زینباغ در حدود 5 گکتر زمین پهن گردیده. منبعهای اساسی تامینات خانواده با هزوم و چروا با علف به حساب می رود. 8 سال مقدم شهروند روستای شاخریزم علی خان عادل خانوف با امید بنیاد زینباغ در موضع فینجاندشت زاغنول بر زمین زده در مولت کوتاه‌ترین تری باغ را معین نموده به شناندن نیوالهای بی‌ثمر و انگت آغاز نمود. امروزها در اینجا زیاده از 2000 بیخ درختان سایه افکن و انگت در نشونما میباشند. در یک وقت این باغ منبع اساسی تامینات چروای خانگی با علف به حساب رفته، در فصل زمستان با استفاده از شاخه‌های خشک شده طلبات به ایزوم نیز قانع کرده می شود. ما اقدام پرزیدنت کشور را به اینا بگرفتیم و این باغ را بنیاد کردیم. اما روزایی که گفت سرسبز خورم گردانی کشور را و این باغ را ما بنیاد کردیم، لیکن با مشقت بسیار که آب نداریم، لیکن زحمت کشیدیم. از این 4 تن علف خشک چروا چی کردیم، جمع‌آوری کردیم. هر یک کیلوگرم اون 2.5 سومون. اوزر بعد چند سال دیگر میوه های انگت جمع‌آوری کردیم، با لیسخوز خوجگی جنگل سپردیم. من بعد ما از اینجا برای ساختمان چوب می فروشیم. اینجا با توریست ها می بیان از پولش آمدن این طرف. 3 روز این جنگل تماشا کردند، لیکن ما عزت دادیم، حرمت کردیم. با گفته می بیاییم، ادامه می تیم و کشور را آباد و سبز خرم می گردن. نیت های مرد مهنتی بحری و سه نمودن زمین ها زیر درختان سایفکن و انگت زیاد بوده، به همین وسیله با خوی نو بنیاد می گردن. از روی گفتی علی خان و دلخانوف در آینده نزدیک از درختان باغ همچون مسئله ساختمانی استفاده خواهد نمود. حالی حاضر حدود باغ 5 گکتر زمین را در بر گرفته، در آینده نزدیک این مساحت تدریجا وسیع کرده خواهد شد. در چهارچوب دستور سپارش‌های سازگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان دایر به دستگیری قشرهای آسیب‌پذیر به خصوص در زمان پنجشنبه بیماری سرایتی کووید 19 با مساعدت ماموریت شرکت برقی پومر انرژی برای 55 خانواده دهه بلونکول جماعت دهخوت علیچوری ناحیه مرغوب کمک یک وقته غذایی رسانده شد. با دستگیری شرکت برقی پومر انرژی در دایره تشبث‌های پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان و مبلغ زیاده از 25 هزار سومانی برای ساکنان و کارمندان طب وادی بلونکل ناحیه مرغاب مواد غذایی کمک رسانده شد. گفته می‌شود این کمک با مقصد پیشگیری از خروج بیماری سرایتی کووید 19 و رعایه طلبات‌های ساحه تندرستی در رابطه با جمع نشدن آدمان در یک جا به این دهه دوردست ولایت دسترس شده است. کمک غذایی اساساً از آرد، شکر، روغن، برنج، چای و نمک عبارت بوده و هر یک خانواده با مقدار 50 کیلوگرم آرد، 5 کیلوگرمی شکر و روغن و برنج تقسیم کرده شد. در برابر ساکنان این دهه همچنین کارمندان بنگاه طبی دهه بلونکول که در زمان بیماری کووید 19 خدمت رسانی طبی را به اهالی براه مانده بودند، از دسترسی به مواد آذوقه‌واری برخوردار گردیدند. دستگیری چه کارمندان طب و چه خود ساکنان ولایت مختار کوهستان روح مانده شده است و در این سمت یکی از چوره بینی هایی که خیلی مهم است این تامین نمودن ساکنان با مواد غذایی و با این راه دستگیری نمودن آنها به حساب می رود. امروز از جانب شرکت پامیر انرژی برای دستگیری ساکنان دهه دوردسترین نوای مرغوب دهه بلونکول براه مانده شد و با ساکنان این دهه از جانب شرکت در شکل مواد غذایی کمک رسانده شد. در برابر دیگر اهالی دهه مذکور همچنین خوانندگان مکتب اینترنت جمهوری ناحیه روشان و دیگر مؤسسه های تحصیلات عمومی که این حال به تعطیل تابستانه در محل زیستشان قرار دارند، به دست اندرکاران این اقدام منداری
آن نمودند. همچنین بانوان این دهه دوردست ولایت از آن اظهار خوشحالی نمودند که در برابر کمک و غمخواره های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ساکنان این منطقه بلندکوه کشور، همچنین کارخانه کلانترین صنعتی ولایت نیز در زمان مرکب جهانی یعنی پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا ویروس آنها را با مواد غذایی رایگان برخوردار نموده است. در برابر دیگر ساختارهای دولت همچنین دیگر تشکیلات مؤسسه ها به ما کمک میرسونند و امروز باز از جانب شرکت پمیر انرژی به ما ارد، قند، چوی، نمک، برنج، روغن برای هر یک خانواده رسانیده شد. از نام بانوان دیه به شرکت پمیر انرژی شخصا برابر آن دلیر جمعی منداری خود را ابراز میدارند. باید گفت در دهه بلونکول نهای مرغاب تاجکان و قرغیزتباران صد ساله ها با هم در فضای دوستی و برادری عمری بسر برده، این نوبت نیز همه برابر از کمک ها برابر گردیدند. اتبای شایدان بیکو از رشته دوستی و برادری دو خلقی به هم نزدیک اظهار منداری خود را به حکومت جمهوری تاجکستان و شرکت برقی پامیر انرژی جهت دستگیره های دائمیشان بیان نموده، قیدش که با تشبس این شرکت اینچنین چند سال پیش 50 خانواده دهه بلونکول با پنل های آفتابی تامین گردیده، امروز همه خانه های استقامتی ساکنان از تماشای شبکه های تلویزیون دولتی و روشنی برخوردارند. لازم به یادآوری است که دهه بلونکول جماعت دهات علیچول نهه مرغاب در بلندی زیاده از 3737 متر از سطح بحر قرار داشته، از مرکز ولایت در مسافه بیش از 200 کیلومتر و از مرکز ناحیه زیاده از 140 کیلومتر واقع بوده. سردی حرارت هوا در فصل زمستان در بعضی حالات تا 60 درجه زیر صفر برابر می شود. در برابری تامین ولایت قانون در سراسر ولایت مختار کوهستانی بدخشان سهم ستاد دائم عمل کننده مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت در پیشبرد کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی شهر خوروغ ارزشمند ارزیابی میگردد. امروز خو نیز کارمندان حفظ ترتیبات با دسترسی به 8000 عدد نهال گل کارهای خرمگردانی را در گرد و اطراف بنای ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت هدفمندانه به راه مانده ایستاده. در پرتاب سیاستی سازنده از سالگزاری سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و تجلیل جشن 23 سالگر روز وحدت ملی کارهای آبادانی سازندگی و سبز و خورم گردوندن محیط اطراف در ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان همه روز جریان دارد. در اساس تصمیم پیش کرده رابرد سیادی بین اداره مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، جنرال لیتنانت ملیس علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه کارمندان مقامات کارهای داخلی در برابر پیشبرد فعالیت خدمتی و حفظ ترتیبات جمعیتی، تحکیم ثبات و آرامی ولایت قانون و پیشگیری حقوق ویرانکنی بهر کارهای آبادانی و بنیادکاری در سرانهای های ولایت سهمی ارزنده می گذارند. حیات شخصی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان جهت زیبا و دیدنی گردوندی محیط زیست همیشه کوشش به خرج می دهند. امروز با تشبس رابط ستادی بینیداروی مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، جنرال لیتنانت ملیس علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه با مقصد گلپوش کردن حدود بینای ریاست بیش از 8000 گل رنگارنگ آرایشی وارد کرده با کارهای آبادانی و سازندگی مشغول می باشد. با شنوندن گلهای آرایشی علاوتن از ولایت سوخت باز 5000 دانه گل روزهای نزدیک دسترس گریده در موضع همشفت راههای حدود ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت کوهستانی بدخشان شنونیده این مکان را پر از زیبا و دیدنی گردانیده ایستادند. چون این آبادکاری ها اگر از یک جهت به سیمای ظاهری ریاست حسن دیگر زم نماید، از جانب دیگر به نظرآبا شدن مرکز ماموری ولایت شهر خوروغ زمینه واقعی خواهد گذاشت. هر یک ساکنی ولایت وظیفه دار است که جهت آباد و سبز و خرم گردوندن وطنمان سهمی ارزنده خود را گذارد. همین است که رابرد ایستادی به این دوره مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تصمیم گرفته است که هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه به حشر عمومی برآمده برای تازه و انجام دادن کارهای آبادانی سهمی بارزی خش را گذارند. از این خاطر اشتراک دسته جمعان اهالی و کارمندان دیگر اداره و مؤسسه ها در این کار خیر باعث دستگیری می باشد. در ناحیه ایشکاشم جهت صاحب شدن به کوته پرزیدنتی آزمون گذرانیده شد که در آن 85 نفر داوطلبان از مؤسسه های تعلیمی برای صاحبیت به 26 اختصاص شرکت ورزیدند. Даврони соҳиби истиқлолии кишвар барои ҷавонону наврасон ҷиҳати таҳсил намудан дар макотиби олии дохил ва хориҷи кишвар шароиту имкониятҳои зиёд фароҳам овард. Аз ҷумлаи чунин имкониятҳо дохил шудан ба муассисаҳои олии кишвар тариқи квотаи президентӣ маҳсуб меёбад, ки ҳамасола аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон низ довталабони зиёде соҳиби он мегарданд. Озмун барои соҳиб шуд
Флота и президенти Джумхури Тоджикистон дар ноҳияи Ишкошим бо иштироки намояндагони вазорати маориф ва илми Джумхури Тоджикистон, намояндагони донишгоҳҳо ва донишгоҳҳои Джумхури ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия доир гардид. Дар ҷараёни озмун масъули он Толибҷон Самиев оид ба рафти баргузории шаффофияти озмун тибқи талаботи низомномаи соҳибшудан ба квотаи президентӣ бо иштирокдорон суҳбат намуд. Нобурда таъкид дошт, ки ҳадаф аз баргузории озмун таъмин намудани минтақаҳои дурдасти ҷумҳурӣ бо мутахассисони соҳибмаълумот мебошад. Дар озмуни мазкур 85 нафар довталабон аз муассисаҳои таҳсилоти ҳудуди ноҳия аз рӯи 26 ихтисос ширкат варзида, беҳтаринҳо соҳиби квотаи президентӣ шуданд. Ширкаткунандагони озмун барои фароҳамсозии чунин шароитҳо ба ҳукумати мамлакат ва хусусан пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда, ваъда доданд, ки дар донишгоҳ бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда, дар оянда чун мутахассисони арзанда дар самтҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар барои давлату миллат хизмат хоҳанд намуд. Маълумот дар бораи обу ҳаво. Мутобиқи пешгӯиҳои обу ҳавошиносон 26 июн дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои кам абр дар назар дошта шуда, дар баъзе ноҳияҳо эҳтимолияти боришоти нисбатан сусти марҳилавӣ дар назар буда. Танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи ғарбии вилоят борони кӯҳтомуддат меборад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона аз 9 то 14 дараҷа ва рӯзона аз 25 то 30 дараҷа гарм мешавад. Ҳаво дар шарқи вилоят шабона аз 1 то 6 дараҷа ва рӯзона аз 12 то 17 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шаҳри Хорог ҳавои тағйирёбанда шабона ва саҳар эҳтимолияти боришоти нисбатан сусти марҳилавӣ дар назар буда, рӯзона борони кӯҳтомуддат меборад. Ҳарорати ҳаво шабона аз 12 то 14 дараҷа ва рӯзона аз 26 то 28 дараҷа гарм мешавад. Бинадагони азиз, ин буданд он хабару гузоришҳое, ки то инда мусоҳиба мо гардиданд. То пирӯз бошед.